به نام خداوند بخشاینده و میربان و با تقدیم سلام به یکی از دیگر از ویدیوهای کانال جنرال بلاز خوش آمدید عبدالله طرح حکومت موقت به صلح کمک نمی کند عشت صبح کابل عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی می گوید که طرح حکومت موقت نمی تواند بر روند صلح کمک کند عبدالله این مطلب را روز یک شنبه در گفتگوی با شبکه دوم ایران مطرح کرد. او در این گفتگو که به صورت زنده پخش می شد تصریح کرد که مذاکرات صلح در مرحله مقدماتی خود بسر می برد و تا هنوز کار شیوه این مذاکرات تهیه نشده است. عبدالله اعلام کرد که هر چند موضوع حکومت موقت تا کنون روی میز بحث مذاکره گذاشته نشده است اما طرح آن کمک بر صلح نخواهد کرد با گفته عبدالله نتیجه که از طرح حکومت موقت انتظار می رود روشن نیست و نمی تواند راه حل برای رسیدن به صلح پایدار باشد عبدالله تاکید کرد که هدف از مذاکرات جالی دستیافتن به صلح پایدار است و برای رسیدن به این هدف دو طرف باید روی یک بسته جامعه به توافق برسند. رئیس شورای عالی مصالحه ملی در حال این سخنان را بیان داشت که اخیرا زمزمه های از تشکیل حکومت موقت به عنوان یکی از راه حل ها برای دست یافتن به صلح در کشور مطرح شده است قبلا ریاست جمهوری کشور با ایده تشکیل حکومت موقت سرسختانه مخالفت کرده است. همچنان یک خبر دیگر خلیزات در واکنش به خبرنامه طالبان اتهام ها باعث صلح نمی شوند. فرستاده ویژه امریکا برای صلح افغانستان می گوید که با وجود آن که اخیرا بر ضرورت کاهش خشونت مجددن تاکید شد امروز میزان خشونت در افغانستان اندوهبار است. ظلمی خلیزات فرستاده ویژه امریکا برای صلح افغانستان اجار می دهد که تامه های بنیاد در نقض و تشبست و شعارهای تحریک آمیز باعث صلح نمی شود. پس از آن که طالبان و ارتش ایالات متحده یکدیگر را به نقض توافقنامه صلح متهم ساختند، اکنون خلیلزاد می گوید که بجای بستن چنین اتهام ها همه طرف ها باید به گناه دقیق کلید مواد توافق نمای طالبان امریکا و بیانیه مشترک امریکا و افغانستان را اجرا و پیگیری کنند و نیز از و کاهش تدریجی خشونت غافل نشوند. او در صفحه تویترش نگاشته است که تداوم میزان بلند خشونت می تواند روند صلح توافق نامه و این درک بنیادی را تهدید می کند که راه حل نظامی وجود ندارد و به گفته او با وجود آن که اخیرا بر ضرورت کاهش خشونت مجددا تاکید شد امروز میزان خشونت در افغانستان اندوهبار است آقای خلیزاد می گوید که حملات طالبان بر هلمن و ورکز بلایت حملات این گروه بر ضد نیروهای امنیتی افغان و همچنان شکایت های طالبان از عملیات نیروهای امنیتی و دفاعی افغان و حملات نیروهای اطلاف سبب دیدار اخیر در دوحه شد. او افزود که در این دیدار تمام جوانه بر کاهش حمله ها و بمباری ها و کاهش خشونت و تلفات توافق ورزیدند. با گفته خلیزاد با آن که در هلمند کاهش یافتند اما میزان خشونتها در افغانستان بلند است. نیروهای امریکا از توافقنامه دوحه سرپیچی کردند. در ادامه نبردها در ولایت هلمند گروه طالبان در اعلامیه نیروهای امریکایی را به سرپیچی از توافقنامه این گروه با امریکا متهم سازند. در این اعلامیه طالبان که روز یکشنبه نشر شد آمده است که نیروهای امریکایی برخلاف توافقنامه صلح در چند روز اخیر بخشهای به گفته این گروه غیر جنگی را در هلمند و چند ولایت دیگر بمباران کردند در اعلامیه هشدار داده شده است که مسئولیت پیامد چنین بمباران بر دوش امریکا خواهد بود با اساس پیمان دوها، اساکر امریکایی نمی توانند بجز مناطق جنگی و اصنای جنگ دیگر جاها را بمبارد کنند و کسی را هدف قرار دهند. اما در چند روز اخیر درون و دیگر تیارات امریکایی مناطق نهر سراج، خوشکاوه، باباجی، ولایت هلمن، ساحات مالگیر و بند برق ولسوالی گرشک و مناطق مختلف ولسولی های سنگین، مارجه، ناوه و نادلی را شب و روز بمبارد کردند. و همچنان در فرا و بعض ولایات دیگر نیز بمباردمان داشتند که تخلف علنی و سره از پیمان دو می باشد. ارتش ایالات متحده نقض توافقنامه صلح را رد می و می گوید که حمله های اوائی نیروهای امریکایی تنها در دفاع از نیروهای امنیتی افغانستان در برابر حمله های طالبان انجام شده است، سخنگوی نیروهای امریکایی در افغانستان میگوید که حمله های نیروها در ولایت های هلمند و فرا در مطابق با توافقنامه سال امریکا با طالبان و اعلامه مشترک کابل و واشنگتن انجام شدند نیروهای امریکایی هفته گذشته در پای تداوم جنگ ها میان نیروهای دولتی افغانستان و طالبان در هلمند بر لشکرگاه و چندین ولسوالی دیگر هلمند چندین حمله را بر طالبان انجام دادند همچنین یک خبر دیگر ساله امنیت واقعی و روانی را به کابل برمیگردانیم شمار از کسانی که تجربه رویارویی با دوزان مسلح را دارند از تصمیم امرولا ساله استقبال می کنن. اما تأکید دارد که برنامه های امنیتی باید پایدار باشند نه موقتی امرولا ساله معاون نخست رئیس جمهور در دومین روز مسئولیتش برای مبارزه با مجرمان در پایتخت وعده سپرده است که امنیت واقعی و روانی را به کابل برمیگردانند آقای سالی در فیسبوکش هشدار داده است که مجرمان دو انتخاب دارند یا به گفته او آدم شوند و یا جایشان پشت میله های زندان خواهد بود. امنیت واقعی و روانی را به کابل عزیز برمیگردانیم. مجرم دو انتخاب دارد عقب میله زندان یا آدم شدن. پس از آن که در هفته های اخیر رویدادهای های امنیتی و جنایی در کابل به طور فضاینده افزایش یافت معاون نخست رئیس جمهور اعلام کرد که مسئولیت رسیدگی به مسائل امنیتی کابل را از سر از روز شنبه 26 همه میزان موقتا خودش به عهده میگیرد. شمار از کسانی که تجربه روی, روی با دزدان مسلح را دارند از تصمیم امرولا ساله استقبال میکنند. اما تاکید دارد که برنامه های امنیتی باید پایدار باشند. نه موقتی. سمع احمدی که در سرای شمالی کابل صرافی میکند کند می سه بار در یک سال از سوی دزدان مسلط تهدید شده است و پولهایش دزدیده شدهاند او میگوید که هر بار نیروهای امنیتی را در جریان گذاشته است اما تا کنون دزدان پولهایش بازداشت نشدهاند همین بچه ها و اولادهای ما هستند از مکتب رفتن ماندند. با مکتب رفتنشان ما مشکل داریم با بازار رفتنشان ما مشکل داریم دوستان عزیز از اینکه تا آخری ویدیو با ما بوده جان سپاس برای ویدیوهای بیشتر و تازه ترین خبرها و کانال ما را سابسکرایب نمایید تا ویدیوهای بعد خداوند نگهدار همه شما